اگه میبیند کسانی به انقلاب و کشورش لطمه میزنند، چاره ای ندارد جز اینکه اونها را به جوخه اعدام بسپارد. سرطان رو بایستی برید، آخر الدواء الکی. وقتی که دیگه سرطان اذیت میکنه و پیش روی میکنه، باید سوزون، چاره ای نیست. حضرت علی علیه السلام که میزان الاعمال است، ملاک عمل ماست، همین حضرت علی حدود 4000 نماز شب خونه تالی قرآن را در نهروان از دم شمشیر گذروند. چرا؟ برای اینکه فتنه می کردن. جلو فتنه رو باید گرفت. 4000 مسلمون نماز شب خون، قرآن خون. ولی وقتی که فتنه می کنن، ناچار حضرت علی با اینا جنگ کنه و اینا رو، خوارج نهروان رو همه رو کشت. کاری نکنید که دادگاه های انقلاب ناچار بشن حکم اعدام صادر بکنن و این اعدام ها اجرا بشه. اون وقت شما دنیا و آخرتتون را از دست میدهید جوان ها، برای اینکه زیدی میخواهد بیاد بر ایران حکومت کنه. راه تو کی ارزشی داره؟